سلام ما میریم کربلا فرمایید خیلی بس فردا صبح فردا صبح بله ان شاء الله تو بگید اگه موفق شدید ان شاء الله ايش مقداری در حرم هست عبیل هست زیارت مختصری بکنید ملاحظه هم بودید بله سال داشت که در کربلا و پیش چشم پدر معمم شد، ولی چشمانش در افقی بس دورتر سیر میکرد، به دنبال راهی بود برای تقرب هرچه بیشتر و کسب معرفت قلبی. بعدها از آن روزها اینطور یاد کرده بود: در کربلا که بودم هر روز به حرم سید الشهدا علیه السلام میرفتم و از او میخواستم که در کنار درس و بحث علوم حوزه در تهذیب نفس و تزکیه باطن یاریم کند. بیشک او می دانسته که مسیر تهذیب نفس و تزکیه باطن راهی است که بدون همراهی استادی کامل نمی توان رفت. عمده یک مسئله است که استاد کامل انسان را سرپرستی کنه. این مهمه، مهمتر از همه اینه. و بیان مرحوم آقای قاضی این بوده که هر کس دستش به دامن استاد کامل برسه همانند این که نصف راه را طی کرد. محمد تقی می دانست که این استاد را در کربلا پیدا نمی کند. حوزه علمیه کربلا محل تدریس دروس رسمی و به ویژه ادبیات عرب بود، ولی این را هم می دانست که سید الشهدا علیه السلام باب ورود به وادی معرفت است و کلید رسیدن به مقصودش را باید در همین درگاه پیدا کند. پس آنقدر ملتزم ماند و اصرار کرد و بر کوبه این درگاه کوبید تا در جوار حرم سید الشهدا علیه السلام جواب رسید و نام گم شده‌اش عیان شد. سید علی قاضی، بزرگ مردی در عالم عرفان اما دور از قیل و قال علوم رسمی. از آقا پرسیدم که آقا اولین باری که اسم آقای قاضی رو شما شنیدید کجا بود؟ شما فهمیدن در همون کربلا بودم. آقای قاضی رو در کربلا چطور؟ چون آقای قاضی تو خود نجف هم منزوی بود. گفتن که با برادر آقای طباطبایی آسمان رسن دوست بود شدیم، در اونجا می آمد اونجا پیش ما تو حجره ما مدرسه با هم دوست شدیم، از اونجا صحبت ایشان آمد. ربوی من دکان چلو کبابی داشت کربلا. شب و جمعه آقای قاضی با بعض از شاگردهای خصوصیش می میدم کربلا، بعد از حرم و زیارت اینا می میدم اونجا غذا می خوردم. سرانجام در 1312 شمسی محمد تقی کربلا را به قصد نجف ترک کرد. در آن زمان حوزه نجف توسط آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی که مرجعیتی عام داشت اداره می شد و او سعی می کرد
با وجود همه فشارهای اقتصادی و سیاسی حوزه هزار ساله نجف را حفظ کند. آیت الله عظمی بهجت به من فرمودن که شبها مشرف می شدن حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام و فرمودن یک شب قبل از اینکه شروع به دعا کنم دیدم متجاوز از 70 نفر مانند آیت الله آشمند حسین کمپانی قروی در نماز وترشون دعای ابو حمزه سمالی رو از اول تا آخر از حفظ میخوانند در حال ایستاده. یعنی چپ و راست که میزدن هر گوشه یکی از اولیاء الله کملین در اون زمان اونجا بودن. عاشق مرتضای طالقان ایران ایشون باش معنوس بوده، محشور بوده، فرمودن این روزهای آخر عمر من از ایشون پرستاری میکردم. اون واقعی که به خصوص ذکر فرمودن اینی که در آخرین شب ما را جمع کرد یه جا، آخرین شبی که میخواست فرداش از دنیا بره، او خیلی خوشحال بود و روایاتی در مورد مرگ و معاد از بهار الانوار میخوندن و خودشون معنا میکردن، خیلی هم بشاش بودن، خیلی بشاش بودن. مرحوم آیت الله بهجت یکی از توفیقاتی که خدای متعال نصیبشون کرد درک محضر اساتید بسیار بزرگی است در عرصه های مختلف، چه در علوم فقهی و اصولی و چه در علوم عقلی. ایشون محضر مرجع بزرگوار مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رو درک کردن، در درس ایشون حاضر بودن. محضر مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رو که بزرگ مردی بود ایشون در عرصه فقه و اصول و علوم عقلی و جهات معنوی بسیار قوی. مرحوم آقای قروی، مرحوم آشمند حسین استاد بسیار بزرگی بود، شاگردای بسیار مبرزی داشت از قبیل آقای خویی، عرشبت که به امثال آقای خویی. مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله عازی الدین عراقی کسانی هستند که آیت الله بهجت توفیق درک محضرشون رو داشتن، البته همه در یک اندازه نبوده و بخشایی از درسای مرحوم آقای نائینی را که خودشون نبودن درک نکردن از طریق آقای خویی همه اونا رو گرفتن. چند سالیشون با اینکه تعجبم بوده آقای بهجت درسای خویی برن، میخواستن هرچی آقای نائینی القا کرده همه را بگیرن و جذب بکنن. حتی نقل شده است از یکی از کسانی که ما درک کردیم زمانش را، که گفته است که آسد ابوالحسن خدا رحمتش کنه در عبادات اعلم است از مرحوم نائینی و ما نائینی در معاملات اعلم است از آسد ابوالحسن. دیگران میگفتن آسد ابوالحسن در جزئیات اعلم است، در فروع جزئیه اعلم است، و اما میرزا نائینی در کلیات و در قواعد اعلم است. آن روزها محمد تقی پای درس بزرگانی چون سید محمود شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد کاظم شیرازی هم می نشست. آرزوی میرزا هم همین بود که محمد تقی علم دین را از صاحبش به خوبی یاد بگیرد و وقتی برمی گردد برای خودش آخوندی شده باشد، راه گشای مردمش. این آرزو و توقع مردم فومن و علل خصوص دوستان و نزدیکان میرزا هم بود. شیخ محمد واعظ از روحانیون آن زمان فومن و از دوستان میرزا محمود در نامه‌ای که همان وقتها برای محمد تقی فرستاده آن توقع و انتظار را مطرح کرده بود.
منظور از تصدیق آن است که باید چشمهای ما اهالی فومن را روشن کنیم، که افتخار کنیم که از خاک فومن چون تو نوری بیرون آمده است. و محمد تقی با این که از این توقعات با خبر بود، اما در کنار میل برای پیشرفت در دروس رسمی حوزه دلش هوای دیگری داشت، رفتن به محضر سید علی قاضی، استادی که می توانست راه سیر و سلوک بر اساس دستورات امام زمان علیه السلام را به او نشان بدهد. سلسله عرفای ما که آخرینشون آقای بهجت بودن، میرسه ملا قلی جولا. ملا قلی جولا از رجال الغیب و یکی از اون 30 نفری بوده که در خدمت امام زمان امام بودن و مأموریت پیدا کرد با آیت الله سید علی شوشتری ارتباط برقرار کنه. ملاقاتی حاصل شد، بعد از اون ملاقات دستورالعمل‌های سلوکی و عرفان عملی به مرحوم آیت الله اسد علی شوشتری رضوان الله تعالی علیه که بعد از ایشون مرحوم ملا حسین قلی همدانی هستن و بعد از مرحوم همدانی علی الله مقامه شریف مرحوم است احمد آقای کربلایی و مرحوم بهاری و دیگران، که تقریبا از استاد احمد آقای کربلایی به مرحوم قاضی منتقل میشه و بعد استاد این بزرگواران مثل علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله بهجت جناب آستالی های قاضی علی الله مقامه شد. عاقبت بعد از یک سال به جلسات درس سید علی قاضی راه پیدا کرده بود، حلقه کوچک از شاگردانی که برای رسیدن به مقصود تمام فشارها و حرف و حدیث ها را تحمل می کردند و به روی خود نمی آوردند. طالبانی جدی در مسیر کسب معرفت و معنویت، در جستجوی چیزی فراتر از دانش مرسوم و در پی شناختی عمیق از خود، هستی و در نهایت معبود. ما در حالات شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بزرگ داریم که 10 سال، 12 سال، 15 سال تحت تربیت قرار می گرفتن. بعضی ها بیشتر ذکر می دادن، همچون که از اونها هم نقل شده. به بعضی ها دستور چله نشینی می دادن که از اونها نقل شده که دیر درها بهشون باز می شده، با چله بر از چله زمینه باز شدن درهای معنویت رو. اما اینطور استنباط میشه که محور اصلی دستورات این بزرگواران مراقبه بر نفس بوده. استاد بزرگوارشون آیت حق استاد آقای قاضی میفرمودن اینا که میخوان بیان در سیر سلوک اول باید برن مجتهد بشن. اینقدر مطلب ظریفه، اگه یه ذره شما از جریان فقاهت تو مسائل معنوی سر بخوری میره تو فرق باطل. لذا این بزرگواران مقید به شرع بودن، آداب شرعی رو دقیقاً و حتی تعلیم و تعلم و فقه رو نه تنها لازم و جائز میدونستن، بعضی مثل خود این بزرگواران تا حد مرجعیت هم در فقه جلو رفتن و تکلیف هم داشتن به دیگران هم یاد بدن. سید علی قاضی به عنوان مجتهدی اهل معنا توانسته بود از میان اهل علم مردان با استعدادی را در محضر خود تربیت کند، عالمانی چون علامه طباطبایی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله شیخ عباس قوچانی، آیت الله علی محمد بروجردی و آیت الله سید عبدالکریم کشمیری، بزرگانی که هر کدام به شکلی به درس او دعوت شده بودند، همانطور که سید محمد حسن الهی واسطه شده بود تا شیخ محمد تقی به شاگردی سید علی قاضی دعوت شود و شیخ محمد تقی هم بعدها کسانی چون شیخ عباس قوچانی را به درس استادش برده بود. آیت الله محمود قوچانی از زبان پدرش آیت الله شیخ عباس قوچانی این ماجرا را بیان میکنه. حجه به ایشون داده بودن در مدرسه مرحوم آیت الله اسد محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه که از مدارس معروف حوزه علمی نجف هست، گفتن اونجا من حجه گرفته بودم با مشهور
بعد 4-5 ماه که بودم میدیدم که حضرت آقای بهجت مثل بقیه طلبه ها رفتار روشش نیست. خوشم آمد از روش ایشان. یه روز سر حوض وسط حیات مدرسه بخواست وضو بگیریم، ایشون هم بودن، نزدیک به ایشان شدم، بهشون عرض کردم که اگر شما جایی میرید، استادی دارید، کسی را دارید، ما را همراه خودتون هم ببرید. ایشان هم استقبال کردن و فرمودن بسیار خوب، فردا با هم برید. گفتن فردا با هم که قرار گذاشتیم رفتیم خدمت مرحوم قاضی، رفتیم که دیگه رفتیم تا 14 سال. شیخ محمد تقی علاوه بر شیخ عباس قوچانی واسطه شده بود تا سید عبدالکریم کشمیری طلبه نوجوان آن وقتها و همینطور آیت الله سید ابوالقاسم خویی که آن زمان از استادان فقه او بود با سید علی قاضی آشنا و در دروس معنوی و اخلاقی او حاضر شوند و این شاید زکات و یا شکرانه توفیقی بود که محمد تقی به خاطر پیدا کردن استادی کامل چون سید علی قاضی ادا می کرد. آقای بهجت یک بار سوال از استادشون نکردند. اون شرطی رو که حضرت خضر با جناب موسی کرد، شرطش اینه که اگه با من بودی چی از من سوال نکنی. آقای بهجت اینجور بوده، یعنی تسلیم محض بوده. و من میگم برای اینکه باید کسی که در سیر سلوک من خود قدم برداره، اول این حکم دستوری که استادش بهش میده، این دستور رو از حضرت صادق بدونه. و مکرر پیش می آمده مرحوم آقای قاضی چیزی رو از قول آقای بهجت تحت عنوان فاضل گیلانی مطرح میکردند، در حالی که ایشون اصلا به زبان نیومد. همان سال بعضی ها که هم ظاهرا متشرع بودند و هم دلسوز به میرزا محمود خبر میدهند که پسرت با صوفی ها نشست و برخاست میکند و میرزا هم که نگران سرنوشت و آینده فرزندش و توقعاتی بود که از او میرفت تردید نکرد. در نامه از همان فومن برای شیخ جوان نوشت که در عبادت به جز واجبات نباید مشغول امر دیگری شود. معنی این خطاب سنگین پایان وصل شیخ محمد تقی بهجت و سید علی آقای قاضی بود. بعد از اینکه پدر بزرگوارشون نهی کردن از رفتن خدمت آقای قاضی آیت الله بهجت رو، آیت الله قاضی فرمودن خدمت مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی برو. شما میدانید که اون مرجع جامع شرایطی بود، اون بزرگوار اگر اذن داد شما بیا، اگر نداد نظر پدر ارجحیت داره. مرحوم آیت الله ابوالحسن اصرار داشت که نجف مرکز فقه و اصول باشه. بیشتر اصرارش این بود که مجتهد تحویل بده نجف. دوستی و آشنایی آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی و سید علی آقای قاضی به سالهای قبل از مرجعیت او برمیگشت. سید ابوالحسن میدانست که میرزا علی آقا عارفی متشرع است. قاضی هم از صفای باطن و ضمیر معنوی او خبر داشت، اما هر دو نگران افراط و تفریط هایی بودند که به نام معرفت و سیر و سلوک در بین گروه های مختلف رواج پیدا کرده بود. برای همین هم آیت الله سید علی قاضی شیخ محمد تقی را پیش آیت الله اصفهانی فرستاد تا هر تصمیمی که میگیرد با اجازه مرجع تقلیدش باشد. ایشون میرن خدمت مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی، ایشون میفرمان که امر پدر واجب است و ایشون دیگه دست آقای قاضی رو ترک میکنه. ایشون ملتزم شد به این انجام این عمل و طبعا هم قطع رابطه کرد با مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، که البته این عمل قطع رابطه مورد نکوهش بعضی از بزرگان از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود.
و استدلال اونها این بود که پدر معنوی شما الان آقای قاضی است، ایشان ولایت بر شما دارن و باید ببینید چی میفرماید. این وضعیت آقای بهجت نشون میداد که همه چیزش تحت کنترله. آقای بهجت هیچ وقت آزاد نبود، عبد به تمام معنی کلمه بود. عبد هیچ وقت خودش کار نمیکنه، همیشه منتظر فرمان مولاست. مرحوم ابراهیم نقل میکردن که این نامه که آمد اثر عجیبی در وضعیت ایشان گذاشت. ایشان سعی کرده بود که به اقل واجب در نماز اکتفا کنه برای اطاعت بده. آیت الله فهری میگفت، میگفت خود این روش یک نوع ریاضت بود برای ایشان. خود این روش یک نوع ریاضت. حضرت آیت الله خوشبخت گفتن که من با آقای بهجت گفتم که شما چرا بعد از 4 سال دیگه نرفتید با آقای قاضی دیگه اون انس قبلی رو نداشتید؟ فرمودن که هرچی بنا بود برسه در اون 4 سال به ما رسید. اگرچه این بیان آیت الله العظما بهجت و همینطور تعریفی که بیشتر شاگردان سید علی قاضی از استعداد او داشتند نشان می‌دهد که شیخ محمد تقی در این 4 سال هر آنچه که باید از استادش یاد گرفته بود، ولی دوری از سید علی آقای قاضی و فضای معنوی درسش آنقدر فاضل گیلانی جوان را دلتنگ کرده بود که کم کم از بقیه فاصله گرفت و در انزوا و سکوت فرو رفت، سکوتی که شاید آخرین دستورالعمل استادش بود. حدیثی بخوانم از امام رضا، فرمود من علامات الفقه الحلم و العلم و سمت، سمت با ساد، سمت با ساد به معنی سکوته. سکوت هم به معنی نیست که ما حرف نزنیم، سکوت اینه که در سرزمین جانت قوغایی جز خدا نباشد، ندایی جز خدا شنیده نشود. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید با عالم تشنگان. اینطور نیست که فقط تشنه دنبال چشمه باشه، چشمه منتظر لب تشنه است. رسیدن به مقام مخلصین چه عملی لازم؟ انجام بدهد عمل مخلصین را. عمل مخلصین چیه؟ بله، چه؟ اخلاص از طرف ما نباشد، اخلاص از طرف اونی که طالب اخلاص است نیست که. اون بحث به صورت دارمدار این است که ما اختیار بکنیم عبودیت خالصه را یا اختیار نکنیم عبودیت خالصه را. ما تا اخلاص نکنیم او آثار اخلاص خودش را که مخلص بودن ماست ترتیب نمیدن. یا آدم درس نخونده و آدمی که اهل غفلت هم بوده مثل مرحوم ابهری، حاج هادی ابهری رضوان خدا بر ایشان بود، در 40 سالگی یه تحولی براش پیش اومد، رفت تو بیابون چوبو کشید هرچی میخورد خودش رو زد. بعد به جایی رسید که آقای میلانی وقتی ایشون تو حرم حضرت امیر و امیرالمومنین عرض کرده بود که یا امیرالمومنین راه طولانی در پیش دارم، برادر میخوام بلد چی باشه، منو تو این خط ببر. از حرم بیرون آمده بود مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی آمده بود مقابلشون، گفته بود حاج هادی می با هم صیغه برادری بخونیم. یه مرجع تقلید دستشون رو گرفت با خودش برادر کرد و بعد از وفات مرحوم حاج هادی هم آقای میلانی گریه میکرد و میفرموده برادری داشتم اهل جذبه بود. با اینکه به ظاهر حاج هادی ابهری با سواد نبود، ولی با ضمیر روشن و صفای باطنی که داشت
مورد احترام علمای زمان خودش بود. بزرگانی چون آیت الله العظما میلانی، آیت الله العظما انصاری همدانی و حاج شیخ اسماعیل دولابی که انس و رفاقتی عمیق با حاج هادی داشتند. حاج هادی اومد نجف، اصلا آقای بهجت رو ندیده بود و حال اوصافش شنیده بود. اومد نجف و یه روز اومد حرم حضرت امیر. از حرم که اومد بخواست کرد گفت یا علی، حالا عبارت اونه، یه قشن خوشکلی نشونه ما نمیدی، اینا کی هم دوباره ریخته هستم، اینا کی هم دوباره همه دنیا پرست. گفت از حرم اومد بیرون تو صحن و در قبله میره بازار خوبش شیخ مسجد شیخ انصاری و اونجا داشت میره. همیشه که اومد حالا به حضرت شوخی کرده یه خوشکلی نشونم بده، یه خوشکل. میگو خودم هم نمیدونم حالا کجا دارم میرم، اونم تو بازار هایش دارم میرم، چپاهم هم روشن کردم تو بازار دود دم را انداخت. اومدم رفتم یه سر تو مدرسه سید اصلا کارم یاده تو مدرسه او، این مدرسه اطرافش اتاقه، اونجا نشستم. این طرفش هم یه اتاق بالایی داره، یه رفتم اون در اتاق بالا وا شد، یکی گفت بیا بالا، آقای بهجت بود. نه همدیگر تا رو دیده بودن، نه همدیگر رو میشناختن، یکی هر کن. رفتیم بالا، همدیگر بغل گرفتیم، یک ساعت گریه کردیم. اومدم پایین رفتم یک کلمه حرف هیچی دیگه هم ندیدیم همدیگه، تو مردن هر دو. شخصیت دومی که خیلی برای آقای بهجت دلبری میکرد مرحوم آقای محمد حسین قروی بود. و شاید بعد از آیت الله عظما قاضی رضوان الله تعالی علیه در ساختار شخصیت ایشان مؤثرتر از همه مرحوم آقای شیخ محمد حسین قروی اصفهانی شهرت به کمپانی است رضوان الله تعالی علیه. علل اطلاق استاد رو فقط ایشون به مرحوم کمپانی اسم می بردن، می گفتن استاد منظور ایشون بود. با اینکه حدود 3 سال از محضر آقای نائینی بودند ولی استاد نمی گفتن به آقای نائینی. حالا ماها یه ترم میریم جایی میگیم استاد من فلانی 12 جلسه 10 جلسه، 3 سال مداوم ولی استاد بهشون اطلاق نمی کردن. فهمیدن استاد یک، یعنی مرحوم کمپانی یک برهانی بر توحید دارن، ایشون مرحوم کمپانی میفهمیدن اون تو حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به من الهام شد. شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که به خاطر پدرش که تجارت خانه داشت به کمپانی معروف بود، در فقه و اصول از شاگردان برجسته آخوند خراسانی به حساب میامد. آن روزها قروی اصفهانی به خاطر دقت و حوصله‌ای که در بحث‌های اصولی داشت مشهور بود. آنقدر موشکافانه تدریس می‌کرد که دوره درس او تقریباً دو برابر دوره درس بقیه اساتید آن روز نجف طول می‌کشید. همین محمد تقی را پای درس او کشاند. من یادم بچه بودم و گاهی می رفتم سر می زدم برای تماشا و اینا واسه می‌خواستم بکنم، می دیدم مرحوم آشمان دوسین در مسجد هندی، یه مسجدی در نجف به نام مسجد هندی، عرشد بودتون که جمعیت زیادی از طلبه‌های خوب، از طلبه‌های عرشد درجه یک در درس شرکت می‌کردن. مرحوم آیت الله آشمان دوسین
قبل از درس دو رکعت نماز میخونده، اینو خوب عنایت کنی. بعد میومده درس رو شروع میفرمودن. بعد یکی از این عزیزان بعد از اینکه آقا نمازش تموم میشه میگه آقا جون ما دیدیم وقتی که شما نماز میخونی در و دیوار با شما نماز میخونن. نفرمودی؟ در و دیوار کتاب ها همه با شما مشغول تسبیح ذکرن. آقا میفرمایند که این که در و دیوار و کل موجودات و جمادات و نباتات همه مشغول نماز و ذکرن، این که یه هم بیست قرآن هم خبر داده، این مهم نیست. این دیدی که خدا به شما رحمت کرده، شما ماورای این عالم رو میبینید، این مهمه. این تعبیر را آقای بهجت برای اشخاص مختلف کردن که اگر کسی عاشق محمد حسین رو در عبادتش ملاحظه میکرد، فکر میکرد که ایشون غیر از عبادت هیچ کار دیگری نمیکنه. فوق العاده بوده. نوافل یومیه‌اش ترک نمیشده، نماز شبش مطلقا ترک نشده، زیارت عاشوراش با صد لعنت و صد صلوات ترک نشده، نماز جعفر طیارش ترک نشده و روزی هزار بار انا انزل. آب و هوای گرم و خشک نجف و شرایط سخت اقتصادی زندگی را برای بیشتر طلبه ها دشوار کرده بود. آیت الله العظمی بهجت بعدها تعریف می کرد تابستان که بادمجان به بازار می آمد طلبه ها به شوخی می گفتند گوشت فقرا رسید. در کنار این شرایط محمد تقی پای درس علمایی چون مرحوم غروی اصفهانی می نشست که این درس ها بی زحمت و سخت کوشی طلبه به جایی نمی رسید. ساعت ها کار و مطالعه، عبادت های طولانی و سنگین به مرور جسم محمد تقی را ضعیف می کرد و بدنش را به تحلیل می برد. اگرچه ایشون توفیق داری که محضر چون این اساتید بزرگی رو داشتن، اما در این حال به تعبیر بگیم نسخه و کپی هیچ کدوم از این شخصیت ها نشدن. شیخ محمد حسین اصفهانی معروف است که یک زبردستی در مسائل فلسفی داشتند و در مسائل اصولی گاهی مسائل فلسفی رو دخالت می دادن. اما به نظر میرسه مرحوم آیت الله العظمی بهجت مانند استادشون مسائل فلسفی را روش برهانی در مسائل فلسفی دخالت نمیدادند در مسائل اصولی و یک استقلال روش، استقلال منش و تفکری در وجود ایشون دیده میشد که خود این هم حکایت از استعدادهای سرشار و قوت ویژه‌ای داره که در وجود مرحوم آیت الله بهجت وجود داشت در شخصیت ایشون و همین هم باعث شد که هم از جهات معنوی و هم از جهات علمی تراز ایشون یک تراز بسیار بالایی باشه و در رده علمای تراز اول و در واقع کمیاب شیعه در طول تاریخ قرار بگیره. 16 سال بعد از آمدن به عتبات شیخ محمد تقی هم در دروس رسمی حوزه و هم در مراتب توحید به مدارج بالایی رسیده بود، تا آنجا که بعضی از اساتیدش مثل مرحوم کمپانی اجتهاد شیخ محمد تقی را مسلم می دانستند و تقلید او از دیگری را حرام. همه اینها به برکت مجاورت صحن و سرای سید الشهدا علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بعد از آن شاگردی استادان برجسته و همت و سخت کوشی خودش. اما انگار جسمش دیگر تاب نداشت، باید مدتی در آرامش خلوت